با نیمه دوم خبر هشت خوش آمدید. مهمان من در این بخش برنامه آقای عبدالواحد سادا، تحلیلگر مسائل سیاسی، با ما وصل هستند و در رابطه با نگرانی جامعه جهانی از وضع محدودیت ها بالای زنان و دختران افغان بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای سادا، شما را به بس خوش آمدید. میگم وقتی که امارات اسلامی به این باور است که موضوع حجاب و همچنان فرمانهایی که اخیراً نگرانیهای جامعه جهانی را برانگیخته موضوع داخلی افغانستان است، چرا به نظرتان بازم جامعه جهانی به خاطر تغییر در وضعیت تاکید دارد؟ تشکر. سلام تقدیم میکنم خدمت شما، احمدی عزیز، همکاران گرامی شما، و همچنان احترام تقدیم میکنم خدمت بینندگان عزیز و هموطنان گرامی. در رابطه به سوال شما باید عرض بکنیم که در اینجا دو مسئله مطرح است. یکی موضع به اصطلاح جامعه بین‌المللی و دیگر برخورد طالبان در این ارتباط. بله. متاسفانه خود جامعه بین‌المللی در طی از این نو ماه که امروز درست نو ماه از به قدرت رسیدن طالبان سپری میشه، موضع جامعه بین‌المللی موضع بسیار مزاورانه، کجدار و مریض بوده در قبال مسائل و مصائب افغانستان، و من جمله در رابطه به مسئله حقوق و آزادی زنان افغانستان نیست موضع جامعه بین‌المللی کجدار و مریض و یک نوع متاسفانه بسیار تلاش میکنن که اینا موضوع زنان در افغانستان، موضوع حقوق و آزادی زنان در افغانستان یک نوع به عیس وجه المصالحه مورد سوء استفاده قرار بدن. به همین خاطر است که مورد انتقاد ما قرار داره و در عین حال جامعه بین‌المللی مخصوصا سازمان ملل متحد اینا باید در مطابقت با منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای بین‌المللی ناشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر که افغانستان سالها قبل به او الحاق کرده و ملزم به رعایت مندرجات و احکام اعلامیه ها می باشه، از این منظر باید با طالبان برخورد بکنند و تعاملشان با طالبان در دفاع از مردم افغانستان، در دفاع از افغانستان و حقوق زنان و آزادی زنان در افغانستان باید ارزش محور باشه. آقای سادات، همین که اشاره میکنین به این که برخورد جامعه جهانی یک برخورد نادرست است و یک رویکرد صادقانه را در مقابل افغانستان در پیش نگرفتن، حالا سوال ایجاد میشه که حداقل با ابراز همچون نگرانی ها جامعه جهانی دنبال چی است؟ چه مورد را میخواهد که در افغانستان به وقوع بپیونده؟ خب جامعه بین‌المللی وقتی که ما میگیم، ما باید تفکیک بکنیم که هدف ما کی است. در اینجا بازیگر اساسی در قبال افغانستان ایالات متحده امریکا هست. معلوم دار است که ایالات متحده امریکا در پی منافع خود است. مجموع کشورهای بیرونی، کشورهای خارجی، کشورهایی را که ما و شما به حیث جامعه بین‌المللی میشناسیم و قدرت‌های بین‌المللی که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، اینا بر اساس منافع ملی خود، بر اساس منافع تعریف شده خود در رابطه با افغانستان برخورد میکنند. از امو خاطر است که در طی از این نوما ما و شما شاهد هستیم که اینا در تعامل با طالبان هیچ گاهی مسئله منشور ملل متحده، مسئله میثاق‌های بین‌المللی را، مسئله تعهدات بین‌المللی افغانستان اینا مطرح نمی کنن. به عوض از اون مثلا زیادتر ما و شما در نوما شنیدیم که اینا از دولت فراگیر صحبت می کنن. دولت فراگیر یک چیز نامفهوم و در عین حال بسیار سوال برانگیز شده که هدف جامعه بین‌المللی از تر از این مسئله چی است. در اینجا سوال اساسی در این است که جامعه بین‌المللی اگر برخورد کجدار و مریض نمی کنه،
در مطابقت با منشور سازمان ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی معذرت می‌خواهیم که افغانستان با او الحاق کرده، باید از حاکمیت قانون، از انفاذ قانون اساسی، استمرار قوانین در افغانستان معذرت می‌خواهیم جانبداری کنن. بله، حالا با این حال به نظرتون چه باید شود ادامه برخورد جامعه جهانی و مشخصاً کشورهایی که دخیل هستند در قضایای افغانستان چه خواهد بود؟ آیا قرار است که یک تعامل بین حکومت موجود در افغانستان و این کشورها با وجود بیاید یا خیر؟ طبیعی گپ است که باید یک تعامل با وجود بیاید، اما این تعامل باید ارزش محور باشه، در مطابقت به منافع ملی افغانستان باشه و در مطابقت با منافع مردم مظلوم افغانستان باشه. این تعامل وقت میتونه متکی به منافع افغانستان و مردم افغانستان باشه که جامعه بین‌المللی از اساسی ترین خواست مردم افغانستان که عبارت از ایجاد یک دولت مشروع و یک دولت مقتدر ملی از جانبداری بکنه. امچو یک دولت فقط در وجود انفاذ قانون اساسی، حاکمیت قانون و اعمال حق حاکمیت ملی، حاکمیت ملی که بر اساس ارزش‌های دینی و همچنان بر اساس تمام ارزش‌های حقوق بین‌المللی به مردم افغانستان تعلق دارد، باید زمینی از این مساعد شود که مردم افغانستان از طریق تبارز اراده آزاد خود رژیم دلخواه خود اینا انتخاب بکنه. بله، اما چگونه به نظرتان جامعه جهانی میتونه روی از این مورد تاکید بکنه با در نظر داشت این که حاکمیت موجود در افغانستان علاقمند به برگزاری انتخابات یا همه پرسی یا موارد همسان از این نیستن؟ خب طالبان تا جایی که در این نوع معلوم میشه اینا در رابطه با خواستای اساسی مردم افغانستان اینا متوجه نیستن. سوال اساسی در این است که افغانستان با یک بحران بزرگ حقوقی مواجه است در این نوع و همچنان با بحران بزرگ مشروعیت مواجه است. متاسفانه نوع تفکر وجود داره، حاکم است و طالبا هم زیادتر متوجه از این نکته هستند که مشروعیت از طریق یک تعامل با کشورهای خارجی با جامعه بین‌المللی به دست بیارن، در حالی که برعکس منبع اصلی مشروعیت در داخل افغانستان است. مشروعیت در پیش مردم افغانستان است، مشروعیت در تبارز اراده مردم افغانستان است، مشروعیت در تبارز منافع مردم مظلوم افغانستان است، مشروعیت در تبارز منافع ملی افغانستان است. به این خاطر است که طالبان اگر میخواهند که مشروعیت به دست بیارن باید به منافع مردم افغانستان، به اراده مردم افغانستان تمکین بکنن. در اون وقت است که باز جامعه بین‌المللی هم میتونه به طریق مشروع با طالبان داخل یک تعامل شود. بله، از گسترش روابط دیپلماتیک حکومت موجود با دنیا زیاد نمیتونیم خوشبین باشیم. حداقل روز گذشته آقای توماس نیکلسن نماینده اتحاد اروپا در افغانستان گفت که فکر نمیکنیم به این زودی ها بتانیم روابط دیپلماتیک خود با حکومت موجود در افغانستان برقرار بکنیم. چقدر به نظرتان ادامه این روند متحمل است؟ متاسفانه اگر وضع به امی منوال دوام بکنه که نو ما گذشت و اگر به می شکل دوام بکنه شاید در 90 ماه آینده هم کدام روزنه باز نشه. متاسفانه برعکس انزوای بین‌المللی افغانستان زیاد میشه و این باعث از این میشه که منافع ملی افغانستان ضربه بخوره و مردم افغانستان که در احوال ناگوار قرار دارن
با بحرانات بزرگ مواجه هستند، با فاجعه بشری مواجه هستند، در آستانه یک سقوط اقتصادی قرار دارند. این بحرانات تشدید شود، منافع مردم افغانستان ایجاب میکنه که باید افغانستان هرچی زودتر از انزوای بین‌المللی برایه، و از انزوای بین‌المللی فقط زمان میتونه افغانستان برایه که صاحب مشروعیت شود دولت افغانستان، و هی مشروعیت از طریق اراده مردم افغانستان به دست آمده میتونه. آنچه که نماینده اتحاد اروپا ابراز کرده و یا ای که بعضا نماینده خاص ایالات متحده امریکا مطرح میکنن، اینا در واقع متوجه از این مسئله نیستن که تراژدی خونبار افغانستان در 46 سال اخیر معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است. امی حالتی که در افغانستان به وجود آمده که باعث سقوط دولت قبلی افغانستان شده، این ناشی از عملکرد جامعه بین‌المللی و در گام اول ناشی از عملکرد غیر مسئولانه ایالات متحده امریکا در قبال تعهدات حقوقی و تعهدات اخلاقیشان در قبال افغانستان است. یعنی این حالت فعلی در حالت بحرانی که افغانستان قرار داره، این ناشی از سیاست های کجدار و مریض ایالات متحده امریکا است. به همین خاطر است که جامعه بین‌المللی در قبال افغانستان دارای مکلفیت اخلاقی است، چیزی که در حقوق بین‌المللی به نام مورال اوبلیگیشن یاد میشه. این یک اصل قبول شده است که جامعه بین‌المللی در واقع مقروض مردم افغانستان هستند. اینا باید توجه جدی و صادقانه به خاطر ختم بحران در افغانستان و ختم مصائب مردم افغانستان. حالا سوال می است آقای سادات، با در نظر داشتین که گفتین که اگر به همین منوال وضعیت 90 ماه دیگر ادامه پیدا بکنه، قرار نیست که تغییر بیاید. حالا فرض کنیم که از جانب امارات اسلامی تغییر در وضعیت رونما نشد، جامعه جهانی که بر اساس گفته شما مسئولیت اخلاقی هم دارن، آمریکایی که حدود 20 سال حضور استراتژیک در اینجا داشت، فکر میکنین که آیا به این زودی ها میتونیم منتظر یک عملکرد قابل توجه در صحنه سیاسی افغانستان از جانب این کشورها باشیم؟ مشکلی اساسی در این است که ما باید این موضوع را از این منظر ببینیم که همین مشکل افغانستان ناشی از چی است. متاسفانه مشکل افغانستان هم ابعاد داخلی داره، هم منطقوی داره، هم بین المللی داره. آنچه که امروز مصیبتی که در افغانستان فعلا جریان داره، ناشی از کشمکش کلان بین المللی، بین رقبای کلان جیوپولیتیک بین المللی قدرتای بین المللی است، و همچنان قدرتای رقیب جیوپولیتیک منطقوی رقابت از اینا باعث تداوم بحران در افغانستان میشه. به این خاطر است که متاسفانه تا زمانی که یک نوع از تفاهم، یک نوع از تقرب منافع قدرتای رقیب منطقوی و بین‌المللی در قبال مسائل افغانستان به وجود نبیاید، معلوم دار که امی حالت کجدار و مریض دوام میکنه و متاسفانه ما نمیتونیم منتظر نتایج زود باشیم. بله، حالا دورتر از قدرت‌های منطقه‌ای، آگاهان به این باور هستن که حتی همسایه‌های افغانستان آرامش در افغانستان را به منافع خود نمیبینن و منافعشان وقتی میتونه تامین شود که تشنج در افغانستان وجود داشته باشه. با این حال وقتی که حتی منافع همسایه های افغانستان در آرامش افغانستان نیست، چگونه میتونیم یک فرمول و میکانیزم را ترتیب بکنیم که همسایه های افغانستان و دورتر از او قدرت های منطقه‌ای به این باور برسن که حداقل ثبات سیاسی و اجتماعی در افغانستان میتونه به نفع اونام تمام شود؟ ما نمیتونیم که قدرت‌های منطقوی را، قدرت‌های بین‌المللی را، همسایه های عریض و تمام افغانستان را. هدف ما به صورت مشخص پاکستان و ایران است.
ما نمیتونیم از طریق مراجعات، از طریق توصیه های اخلاقی ما اینا را وادار به این بسازیم که به منافع ملی افغانستان اینا تمکین بکنن. چگونگی دفاع از منافع ملی افغانستان مسئولیتش در گام اول متوجه مردم افغانستان است. در احوال فعلی که طالبان به حیث گروه مسلط در افغانستان وجود دارند، اینا باید متوجه وظایف خود باشند که چگونه اینا میتونن که منافع ملی افغانستان تمثیل بکنن و به منافع ملی افغانستان احترام بکنن. سوال اساسی در این است که پاشنه آشیل افغانستان، کمبود اساسی در افغانستان عبارت از فقدان دولت مقتدر ملی است و اینطور یک دولت مقتدر ملی فقط بر اساس قانون اساسی به وجود می آید. ستون فقرات همچی یک دولت ملی عبارت از حاکمیت قانون می باشه که به طریق مشروع باید به وجود بیاید از طریق تبارز اراده مردم افغانستان. همچی یک دولت می تانه که از منافع ملی افغانستان دفاع بکنه و بر اساس منافع ملی افغانستان با کشورهای همسایه تعامل بکنه، با کشورهای منطقه و با کشورهای بین‌المللی تعامل بکنه. بله آقای صادق، حالا وضعیت در حال حاضر نگران کننده است. مثلا همسایه های افغانستان، چیزی که پیشتران به او اشاره کردیم که منافع خود را در آرامش افغانستان نمی بینند، شاهد از این بودیم که پاکستان عملا مناطق مرزی افغانستان را بمباردمان کرد که در نتیجه از او بسیاری از افغانها کشته و زخمی شدند. ایران شاهد از این بودیم که وزارت خارجه ایران بیان داشت که فکر می کنند حکومت موجود در افغانستان در قسمت تامین امنیت موفق نیست و به خاطر مبارزه با گروه های تروریستی خودشان پیش قدم میشن. شاهد از این بودیم که یک رزمایش نظامی بزرگ را در نزدیکی مرز افغانستان انجام دادن. در حال حاضر حاکمیت موجود در افغانستان چگونه میتونه با همی همسایه ها تعامل کنه؟ حاکمیت موجود یعنی دولت دفکتوی طالبان به هیچ وجه قادر نیست که با این دسایس و توطئه های همسایه های عریض افغانستان مقابله بکنه. مقابله زمان امکان داره که در گام اول بحران کلان حقوقی در داخل افغانستان حل شود و مشروعیت به وجود بیاید بر دولت دفکتوی طالبان. زمان مقابله امکان داره که افغانستان صاحب یک دولت شوند. متاسفانه در 9 ماه گذشته طالبان در ایجاد دولت در افغانستان ناکام ماندن. اینا باید متوجه از این باشند که به این ترتیبی که اینا پیش میرن افغانستان هیچ گاهی صاحب دولت شده نمیتانه. ما و شما دیروز یا پریروز شاهد بودیم که اینا بودجه دولتی افغانستان اعلان کردن. بر اساس ارزیابی کارشناسان بسیار ارجمند و دقیق نظر اقتصادی، اینا در واقع بودجه خود اداره طالبان تصویب کردن. یعنی برای دولت دفکتوی طالبان، حکومت دفکتوی طالبان، اینا یک بودجه را به وجود آوردن که مدرک بودجه انکشافی در اینجا بسیار ضعیف و یک چیز بسیار ناچیز است. در حالی که افغانستان با بحرانات بسیار بزرگ مواجه است، لااقل امی اکنون افغانستان با 10 بحران بسیار بزرگ مواجه است. بزرگترین آفت در افغانستان فعلی مسئله فقر است. بر اساس گزارشات معتبر بین‌المللی تا 90% مردم افغانستان در مرز فقر قرار دارند و در حدود بیشتر از 20 میلیون افغانستان با خطر فقر، یعنی در حالتی که فقر عق عیات مردم افغانستان تهدید میکنه قرار دارند. به این خاطر است که در گام اول طالبان که ادعای اسلامی بلند میکنن به عوض چسبیدن به ایجاب و ریش مردم، اینا متوجه از این باشند که مسئله فقر بر اساس ارشادات دینی، فقر
دروازه کفر است و اینا متوجه باید باشند که در ارشادات دینی آمده است که یک جامعه بر اساس کفر میتونه دوام بکنه اما بر اساس ظلم دوام نمیکنه. در گاه اول فرصت اندک است. بله بسیار تشکر. میخوایم بحث جنبندی بکنم. به خاطر مهار کردن بحران فعلی و همچنان که پیشتر شما یک نسخه داشتین که حکومت مقتدر میتونه اکثر این مشکلات را حل بکنه، میکانیزمی که فکر میکنین میتونه حکومت موجود به یک حکومت مقتدر برسه و در کنار از او بحث مشروعیت که برش اشاره کردین، راهی که هر چه زودتر میتونین مشروعیت تامین بکنه کدام راه است؟ راهی را که شخص خود من بحث یک شاگرد حقوق میتونم مطرح بکنم و همچنان انجمن حقوقدانان افغان در اروپا که مسئولیت از او را عهده دار هستم چند قبل یک فراخوان وسیر منتشر کرده. در این فراخوان رای حل موضوع پیشنهاد شده که عبارت از انفاذ هرچی عاجل قانون اساسی در افغانستان است. البته بحث ما، هدف ما قانون اساسی موقت است و همچنان استمرار قوانین قبلی افغانستان است. هیچ امکان نداره که بر اساس از این طرحهایی که در این نوما مطرح میکنن بر اساس شریعت دولت ایجاد شود. هیچ تجربه در جهان و در تاریخ تا به حال وجود نداشته و ما و شما امین اکنون در جهان سه جمهوری اسلامی وجود داره که دوش در همسایگی ما ایران و پاکستان است و موریتانیا است. هر سه از این کشور دارای قوانین اساسی هستند. بیشتر از 50 کشور اسلامی که در جهان وجود داره همه ایشان دارای قانون اساسی هستند. عربستان که مبدا دین اسلام است اینا قانون اساسی دارن. به این خاطر برای دستیابی برای رفتن به طرف یک دولت مقتدر ملی ایجاب میکنه که هرچی عاجل قانون اساسی موقت در افغانستان نافذ شود قوانین استمرار پیدا بکنه. سپاسگزار هستم از حضورتان. آقای عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، تشکر. و سپاس از شما که بیننده خبرهای ساعت 8 بودید. خدا نگهدار.